میگن که معنای واژه پرشیا، خوب دقت کنید، پرشیا یه نامی است که همه میدونن، پرشیا یا پرشیا میگن چیست؟ آیا پرشیا نام بر روی خطشون رو من نمیدونم پاک شده دختران میتواند باشد یا نه؟ دو، آیا فرس تازیان به ببخشید تازیان به اسب، به اسب خوب میگویند پرشیا؟ پر و عرب نمیتونه بگه، چطور میگم به اسب بگه پرشیا؟ من حالا پاسخ میدم. اولا پرشیا یعنی ایران، پرشیا یعنی ایران، پرژن یعنی ایرانی. دوم این معنی رو به روی دختران من ندیدم بگذارن، مگر من که پدر مادری امریکای ایرانی بوده باشن یا سالها در امریکا بوده باشن، بچهشون اینجا متولد شده باشه، اتفاقا پرشیا گذاشته باشه. اما اسب رو در عربی هیچ وقت پرشیا نمیگه، چون در زبان عرب پ ندارن و اصلا چه اصطلاحی دارن که به اسب بگن ایران. ولی چون بهترین اسب ها، نژادترین اسب ها، به خلاف اون که در میان ما ایرانی ها معروف شده که اسب عربی، اصلا تا چیزی میشه میگن عربی، زبان عربی، اسب عربی فلان، نه جانم، بهترین اسب میگه اسب عربی بوده، نه، انقدر اسب های پارسی نژاد معروف بودن که عرب اصلا در زبان عرب به اسب میگن فرس. فرس یعنی ایرانی. از همین جا هم این اشتباه برای خانم آویشن شجاعی پیش اومده که میپرسه آیا، خوب دقت کنید، آیا به زبان عربی به اسب میگن پرشیا؟ نه جانم، فرس میگن، به همون معنی پرشیاست ولی یعنی ایرانی. این پرسش، پاسخ پرسش دومش. سوم، من ندیدم بر روی دختری نام پرشیا بگذارن. خانم محترم، من دو نمونه میارم از زبان فارسی، فارسی کهن، که میبینی ایرانی ها از زبان عربی ها فرس رو به زبان به اسب میگفتن. نظامی میگه تیر میفکن، تیر میفکن که فرس یعنی اسب، فرس که عرب میگه، تیر میفکن که فرس پای توست. مزن چون که فرس جای توست. حالا چه معنی مغر یعنی چی من نمیدونم، نگاه هم کردم نفهمیدم یعنی چی. مولوی میگه در شریعت هم عطا هم زجر هست، در شریعت هم عطا هم زجر هست، شاه در صدر و فرس او بردر است، شاه در صدر و فرس او بردرد. و اما واپس این پاسخ این هممیهن ارجمند خانم آویشن، اینیست که آیا میشه نام دختر رو، یعنی پاسخشون رو من دارم، اول گفتم نه، ولی بعد وقتی گفتم نه پرسیده که نام‌های بهتری رو برای دختران ایرانی به ما بگید. خانم همون پرشیا رو فارسیش بکنید. مادران شما از صدها سال پیش نام دخترانشون ایران می‌ذاشتن. من خوب یادم هنوز همینطوره.
ما در دانشگاه و دبیرستان و در محل و کوچه ده ها و صد ها دختر نامشون ایران بود. ایران خانوم، ایران فلان، ایران کاظمی، ایران فلان، همینطوری بهترین نامه. خب ایران بذاری به جای پرژیا، چه اسمی داری؟ پرژیا بذاری. نام پرژیا نشیدم ولی نام ایرانی رو ده ها و صد ها بار شنیدم، نام ایران رو بر روی دخترم. و اما آخرین تو سپرسی اینه، آیا نام بهتری برای دختران دارید؟ من که نام فروش نیستم، ولی ما برای دختران در فرهنگ نامه ها هزاران نام داریم، خیلی زیبا، خیلی زیباتر از پرژیا. گلنار، گلنار گل انار رو میگن، خیلی هم گل زیباییه. ترگل، ترگل یعنی گل تر، گل تازه. دیگه از اینا قشنگتر چی میخوای؟ پاکرو، پاکرو. پیکره، پیکره یعنی مجسمه از زیبایی. البته اگه بزرگ شه شکم گنده‌ای به هم نزنه که اونم باز پیکره است، منتها نه اون پیکره زیبا. پاک دامن، اینا نام هایی است که باعث افتخاره دختر، یعنی به شما دعا میکنن فرزندانتون. پیغمبر اسلام محمد، پیغمبر مسلمونا میگه که نام های بچه های خودتون رو نام های خوب بگذارید، نه غلام علی، نه غلام حسن، نه غلام حسین، نه غلام رضا، نه سفر علی، نه محرم علی، نه کلب علی. کلب علی یعنی سگ علی، سگ علی. ما ایرانی ها اصلا ذوق نامگذاری نداریم. بابا اس بچهش کشته جبار. تو اصلا معنی جبار رو میدونی؟ جبار یعنی زورگو. چنگیز، آخه شما دیدین مثلا یک مصری نام بچهش بذاره موشه دایان؟ شما دیدین مایه یهودی نام بچهش بذاره یاسر عرفات؟ چرا چنگیز بذارین؟ یا مثلا شما میشنوید اسم بچهش یارو میذاره تیمور. بابا این تیمور اومد پدر مردم رو در آورد، آدم کشت، چطور تیمور میذارید؟ از این نام های مسخره خیلی پدر مادر ها میذارن. موچول، ما هرچی توی لغتنامه گشتیم موچول یعنی چی نفهمیدیم، فقط مصغر و کوچیک شده کوچوله. تازه خود کوچول کوچیک شده لغت کوچیکه که کوچیک مغولیه. شما همین لغت کوچکی یا کوچک یا کوچک یا کوچیک که در زبان پارسی به کار میبرید، این واژه مغولیه. فارسیش خرده، خ و ر و دال مثل خرد مینویسن ولی خرده. قبلا خردک بوده یعنی کوچولو. شیرازی ها خردو میگن، هنوزم میگن، یکی سرش کوچولوه میگن کله خردو. اونا عیب نمیدونن، زبان محلیشون، زبان ایرانیشونه، زبان فارسیشونه. ما میگیم، اما شما در ادبیات میبینید میگن خرد و کلان، یعنی کوچیک و بزرگ. اونجا شما خرد رو میبینید هیچ مهم نیست،
چون تو ادبیات دیدی دیگه، میگن خورد پس باید گفت خورد، ولی در گفتار زاده رو میتونی بگید. پدران ما در هخامنشی ماهی های کوچیکی که ساردین امروز میگن ساردین میکردن، اون موقع اونا وارد بودن، اینو درست میکردن روی اون بس جعبه شون که با تختم بود معمولا، که اونطور که نوشتن در تاریخ ها می نوشتن ماهیک خرد خردک، یعنی ماهی کوچولو. بنابراین در زمینه مسائل مربوط به نامگذاری دقت کنید، نام به گوش خوشایند بیاد، نام فارسی باشه، نام معنای بسیار خوب داشته باشه، و همین بسه که شما دعای فرزندانتون پشت سرتون باشه. از دوست ارجمندم آقای سپر خواهش میکنم آگهی ها رو پخش کنن، بعدشم ببینیم اگر فیلم کوتاهی داریم اونو قبلا منو بیارید روی صحنه توضیح دربارش بدم، بعد اون فیلم رو هم پخش کنم. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیر کبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. عرض کنم یه فیلمی رو من الان نشون میدم. این فیلم نه هنرپیشه یعنی هیچ انسانی هنرپیشش نیست، هیچ دکور و تشکیلاتی نداره، دید تیزبینه یک عکاس این عکس رو گرفت و اون اینه، یک گاوی تشنش، این گاو تشنه دیده اربابش چجور از تلمبه آب در میاره. ببینید، نه مغز گاو لوله کشی میدونسته، نه مغز گاو میدونسته مکانیسم تلمبه چیه، ولی با چشاش دیده بوده که اربابش این حرکتی رو که این انجام میده از تلمبه آب در میاره. این حیوان که معروف در نزد با ایرانی ها که خیلی ابلهه، بهش میگیم گاو، یعنی هر آدمی رو که خیلی خره میگیم که این گاوه، مثل گاو میمونه. ببینید این گاف چی کار میکنه. این یک. دو، وقتی این فیلم رو دیدید میبینید حیوانات شعور دارن، منتها این شعور رو باید به حرکت بزن. این حیوان تشنگی نیازشه، نیاز تشنگی شعورش رو به کار انداخته و داره ازش استفاده میکنه. من خودم نوجوان بودم، 16-17 سالم بود، می رفتم دایی من استاد دانشگاه بود در قسمت لابراتوار آزمایشگاه ها و اینا، موش تربیت می کردم برای آزمایشگاه شیمیایی، آزمایشگاهی. گفتم که از داییم خواستم که می تونم از اینا بیارم.
گفت اینا رو برای آزمایش های چیز هست، ولی بعضی از اینا مریضن. اونایی که هنوز آزمایششون نشده من دوتا بهت میدم، دوتا داد. این موشا در لابراتوار در قفس زایده شده بودن، بنابراین مفهوم فرار براشون مطرح نبود. انسان هم برای اونها عادی بود. صبح تا غروب مامورین آزمایشگاهی و اینا با اینا کار میکردن، غذا بهشون میدادن، جاشون رو تمیز میکردن، فلان میکردن. موش هم از بچگی که چشم باز میکرد انسان رو میدید و به هیچ وجه غریبی نمیکرد. به همین دلیل ما درگیر فرار این موشا تو ایران تو خونمون نبودیم. تو اتاق راه میرفتم، اونطور باید مواظب بودیم لگدشو نکنیم. سفیدم بودم. ما اینا رو تو قفس میذاشتیم. یواش یواش بیکار بودی. گفتیم بیایم ببینیم این موشا اگه گشنشون بشه چی کار میکنه. اول اومدم بین دو تا قفس رو چیز گذاشت، یه نرده ها توری های فلزی کشتن، اون بر غذا میذاشتن، اینا این در میزدن، اون در میزدن، اون در میزدن، اون در میزدن، بالاخره یه خود باز میکردم از اون لا میرفت. بعد اومدم دو تا دیوار گذاشتم، یه برای این دیوار باز بود، بقیهش تو تب هسته بود، اون یکی اون برش چسبیده بود، این برش باز بود، بسیارتش این جای باریکی بود، ولی هر دو دیوار توری بود و فلزی. اینا رو اینجا گذاشته بودم. اینا همینطوری اینور اونور اینور اونور اینور رفتن، یهو به اونجا رسیدن که رفتن، ولی با دیوار روبرو خوردن، دوباره برگشتن، باز به بوی غذا اومدن وایسادن، بو میکشتن با اون سیبیلاشون. بالاخره اینورم دیدن رفتش، بعد یواش یواش اینور اونور اینور اونور اینور یه غذاه اوندم شروع کرد خوردن. فردا یواش یواش رفت و اونجا رو دید و از اینورم برگشت و رسید به غذا. چون اینطوری در رو به هم بود، این جور به اصطلاح بود، از این ور می اومد می رفت اون تا از اومد دور می زن. روز سوم قفس بزرگ بود، روز سوم سه تا دیواره گذاشتم، دو تا این ورش چسبیده بود به دیوار قفس، یکی اون ورش چسبیده بود. این باید اینجوری می اومد دور می زد می رفت، اینجوری می اومد دور می زد می رفت. دفعه اول دوم گرفتار شدن، تا اومدن خوردن رو به رو نتونستن برگشتن. دو که دو روز بعد از اون به بعد پنج مورد من گذاشتم، میرفت میومد میرفت میومد میرفت میومد غذاشو میخورد. این شعور حیوانه. اینی که به شما میگم هم میهنان کلا سرمون نره، تاریخ تکرار میشه، از این تکرار تاریخ سود ببریم کلا سرمون نره. ما از زمان صفویه آخوند رو شناختیم، همیشه بدترین ضربه ها رو ما از آخوند خوردیم. سیستم کار آخوندی هم روشنه، پررویی، یاوه‌گویی، وقاحت که همون پررویه، و قدرت خر کردن و تحمیق مردم. پیدا کردن که مردم به قولش انشتن دو چیز لایتناهیه، یکی کهکشانها که تشمرونی، یکی حماقت مردم که اونم انتهاش معلومه. آخوند از این استفاده کرد، ما چرا استفاده نکنیم؟ ما دیگه هم موشم کمتری. ما باید بشناسیم آخوند. دو تا پادشاه بعد از اسلام آخوند رو شناخت، البته اون یکی پادشاه نبود، یعنی پادشاه شد ولی عمر شفاف اون یعقوب بود، بابک هم که در جنگ کشتش، یکی نادرشاه بود، یکی رضاشاه. این دوتا آخوند رو شناخته بودن و خوبم کار میکردن. متاسفانه هر دوی اونها زودتر از اون که بنا بود رفتن، وگرنه ریشه اینا رو میکندن. حالا ما همون ملتی، چرا از این کار استفاده نکنیم و سود نبریم؟
ما هم باید شعورمون رو به کار بندازیم. نادر اومد اینا رو درست کرد، کشور رو به قدرت رسون، حالا کشته شد. بعد دیگه میفهمیدیم، بعد دیگه مواظب بودیم، نشدیم، نکردیم. انقلاب مشروطیت شد، باز کلا سرمون رفت. ملی شدن نفت شد، کلا سرمون رفت. نمیدونم 28 مرداد شد، کلا سرمون رفت. بعد از 28 مرداد رسیدیم به 22 بهمن 57، یه سمبل حماقت، سمبل واپسماندگی، سمبل قلدری اومد بر ما حکومت کرد، پذیرفتیم، کلا سرمون رفت. البته ما ملت بعد میشینیم محاسبه میکنیم، بلافاصله متوجه شدیم، بلافاصله متوجه شدیم، شناختیم، ولی دیر شده بود. ابلیس مسلط شده بود، احمق هم دورش زیاد بودن. معمولا آدم احمق خطرناکم میشه. چارلی چاپلین میگه من از گاو خیلی میترسم، چون هم شاخ داره هم عقل نداره، که البته این گاو نشون میده عقل داره. میریم آقای مهندس سپهر این گاو با شعور رو نگاه میکنیم که چجور داره تشنگیش رو رفع میکنه. بله ببینید دیگه از این که از نظر ما بشر اشرف مخلوقاته و تو این حیوانا اینه میگن بیهوشترین دیگه. یاد بگیریم، یاد بگیریم، بشناسیم زوایای کار رو، بشناسیم این تلمبه رو شناخته. ما باید تلمبه اجتماع دستمون بیاد. نیست که من میشه میگم بیاندیشیم، بیاندیشیم. بینندگان ارجمند، شنوندگان گرامی، تلفن 818-342-3031 رو آقای مهندس گوشتی رو خط رو پرده تلویزیون، پرسشی اگر دارید به این شماره زنگ بزنید، آقای مهندس پرسشاتون رو مطرح یعنی یادداشت میکنه و بعد برای من میفرسه. و تا اون موقعی که شما کار خودتون رو میکنید، من یه چامه‌ای رو از دوست ارجمندم آقای مسعود سپند براتون میخونم. میگه الا آن که سوی وطن می روی. شما پرسشتون رو مطرح کنید، برای اینکه الان من دیگه کسی سوال کسی رو بی پاسخ نذاشتم، بنابراین اگر پرسشی دارید بکنید جوابتون می دن. الا آن که سوی وطن می روی، به پیش عزیزان من می روی، به هر کوی و برزن گذر می کنی، به جای دل من سفر می کنی. گذارت گر افتاد بر خاک توس، به پیر بر پیر توسی شدی پای بوس، بگو عاشقانت، بگو عاشقانت در این دور دست، همه از شراب کلام تو مست. به یاد تو ساغر به سر می کشند، به فردوسی میگه به یاد تو ساغر به سر می کشند، خیال وطن را به بر می کشند، خیال وطن را به بر می کشند. این
اینجا باز یه چیزی یادم افتاد. یکی از جگرسوزترین کارهایی که شده و بررسی هایی که شده و آمارهایی که به دست اومده، از میان شبکه راه آهن، از میان شبکه راه آهن که درست شده، از تهران میره بندر شاه، از تهران میره زنجان، از تهران میره مشهد، میره شاهرود، میره مشهد، میره اصفهان، میره قم، میره ازنا، میره اهواز و میره خرمشهر. یه شبکه ایست داشته میشه. پرمسافرترینش خط تهران مشهد، پرمسافرترینش. این مسافرها کجا میرن؟ میرن مشهد. برای چی میرن؟ میرن پایبوس. پایبوس کی؟ پایبوس یه عرب. آقا این آدم خوب، اصلا خوب، به من چه؟ حالا تو شیعه‌ام هستی؟ خیلی خوب، چرا اینو جای خدا نشوندی؟ چرا میری از این مراد میخوای؟ چرا میری تندرستی زن و بچه تو، مریض تو از این میخوای؟ چرا میری از این گشایش کار و کسب تو میخوای؟ بابا این بابا اگر در عالم آفرینش، در عالم وجود، حتی در عالم طب اندکی آگاهی داشت و اندکی قدرت داشت، خودش به قول آخوندا انگور سمی رو نمیخورد که بمیره. حالا اشتباه کرد، انگور سمی رو خورد. میگید مأمون داد که بکشده، میگی مزخرف میگی، ولی فرض میکنیم درست میگی. مأمون داد. اولا که باید میدونست مأمون میخواد اینو بکشه. این یک. دو، چرا خورد؟ سه، خورد نمیدونم، میدونست مأمونم داده باز خورد. و چطور خود چه معالجه نکرد؟ پس چطور آخونده میگن طب و رضا، طب و رضا؟ خب این طب و رضا باید چیزی از طب سده، مرسی بابا، از طب و رضا داشته باشه. بعد مسئله دردآور این نیست. گفتم مردم 99% شعور ندارن. این گاو جلو اونا انشتنه، میکوبه 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 میکوبه، میره اونجا. آخوندم آخونده دیگه، باید اینا رو همطور احمق نگه داره. اولا ترن برخلاف همه اصول راه در جهان، ترن واگن زنانه داره. خندتون نمیگیره؟ یعنی واگناش که توش کوپه هست زنونه است، رستورانش زنونه است، آشپزش زنونه است، مستخدما و گارسوناشون هم زنن. اجازه نمیدن یه مرد بره اونجا. آقا مردک، آقا خجالت بکشی، تو ده تا صیغه تو اون میره تو همون مشهد، تو اونجا تو دفتر امام رضا تو دفتر صیغه داری، زنا رو میندازی بغل همین مردا. آخه به کی میشه گفت؟ این شعور میخواد بفهمی. یه ساعت اینقدر، سه ساعت اینقدر، یه روز اینقدر، یه هفته اینقدر، یه ماه اینقدر. تلفن میده، دفتر ازدواج و طلاق دارن اونجا. وضع عالی، آقا امپراتوریه. اینو داشته باشی باز. بزرگترین درآمدای امام رضا که از درآمد
بودجه کل کشور ایران بیشتره در سال، به وسیله همین ابلهان از اون سوراخ اون ذری پول ریخته میشه اون تو. حتما شما تو این ایمیل ها دیدین خروار خروار اسکناس از اونجا میان بیرون، میریزن بیرون و میشینن دسته میکنن و تا حالا میدازن به آقای تبسی، حالا یه ابله مفخور دیگه ای رو خامنه ای جا اون گذاشته که پولا رو با هم قسمت کنه. از حماقت ما هاست، از احمقی من و شما استفاده میکنه. این دوتا درد آوری. سوم، از این شیعه بپرسید آقا مگه شیعه نمیگه که عباسیان اینها قاصبان خلافت بودن، خلافت مال آل علی بوده، عباسیان اومدن گرفتن و خلفای عباسی رو درست کرد. مثل که خمینی میگفتش که رضا شاه و محمد رضا شاه قاسم سلطنت، مزخرفی که اون میکنه. بعد تو به نام امام رضا، یکی از اولاد علویان، میگی اینا قاسبه. مثل که خمینی میگفت مثلا شاه قاسبه. چطور همین آقای مأمون عباسی قاسب، اونطور که تاریخ نوشته، تو رو به عنوان ولیعهدی دعوت میکنه؟ زود کفش و کلاه میکنی میدویی؟ درست مثل اونه که شاه میومد به خمینی میگفت آقا بیا ولیعهد من شو، گفت چش چش، میومد. به همون انزه مسخره است. خب تو بلند میشی میری ولیعهد مأمون میشی، بعد میگی، بعد باز همین آخونده میگن آره مأمون انگور سمی کرد داد خود مرد. خب پس بابا خیلی ساده دل بوده، حالا تو میری از این شفا میخوای؟ نه این خیلی خوب امامه، حالا که مرده بابا تو چه مسلمانی هستی که خدا رو خود تو قبول نداری، به اون رجوع نمی کنی که در همون تهران، تو همون کلبه تو، تو همون اتاق محقر تو وجود داره، همونجا میتونی با خدا سخن بگی. اگه تو مسلمونی در کتاب قرآن نوشته ادعونی استجبت لکم، منو بخواه، خدا میگه، میگه منو بخواه من حرفتو قبول میکنم، ادعونی استجبت لکم. نمیفهمی صد رحمت به این گاوه، نمیفهمی. در داور سوم حساب کرده بودن تا قبل از این فتنه خمینی، خوب دقت کنی، تا قبل از فتنه خمینی از هر 100,000 نفری که میرفتن زیارت امام رضا فقط 14 نفر میرفتن زیارت فردوسی، آرامشگاه فردوسی. از هر 100 نفر 14 نفر، خیلی بود. تازه میگفتن عید نوروزا که میرن اینا، ببخشید، از هر 1,000 نفر، از هر 1,000 نفر 14 نفر میرفت. گفتم زیاده، از هر 1,000 نفر 14 نفر میرفتن آرامشگاه فردوسی رو نگاه میکرد. بعد دیگه اواخر شاه از هر 1,000 نفر حتی 10 نفر هم نمیرفت. اما خوشبختانه، خوشبختانه، نه به خاطر، نه به خاطر مطالعه مردم، بلکه به خاطر حرص مردم، لجبازی مردم. ای کاش به مناسبت حرص و لجبازی نبود، به مناسبت شعور بود، به مناسبت شعور مردم. این رقم
زیارت فردوسی رفت بالا، رسید به هر 1000 نفر 100 نفر، یعنی هر 10 نفر یه نفر. خیلی بود. حالا جایی که برعکسه، 1,000,000 آدم که برن، 1,000,000 آدم که برن، حدود 470، حالا ما میگیم حالا خیلی خوشبین 500 از 1,000,000 بود، یعنی هر 200 نفر یه نفر. آخوند احساس خطر کرد. چیکار کرد؟ 2 تا دیوار بزرگ 100 متری رو ملت، جوانای باشعور که آفرین به شرفشون، اومدن اون دیوار بزرگی که درازایی داشت اینو برداشتن، داستانای شاهنامه رو با استعداد و هنر زیبای خودشون برداشتن، نقاشی‌های شاهنامه کرد. ببینید اینجاست که میگم برید مطالعه کنید. بلافاصله آخوند احساس خطر کرد. آقای اون دیوانه علم الهدا یا گوساله دیگه، حجت الاسلام یا آیت الله، دستور داد دیوار گلالود کنن. چرا؟ نه اینکه با فردوسی بد باشه، برای اینکه اون دیوار مردم رو میکشونده طرف فردوسی. بازم میگم نه به خاطر اینکه با فردوسی بد باشه، برای اینکه دکونش در امام رضا تعطیل میشد. اینا رو بشینید حساب کنید، فکر کنید. خداوند خمیری تو مغزتون گذاشته که این خمیره بزرگترین معجزه خداونده. یک مش خمیر زاینده است. سپاسگزارم. زاینده است، پیش رونده است، مبتکره، مخترعه، یادت میده چیکار کن. اینا رو بشین روش فکر کن، با دوستان صحبت کن، با یاران صحبت کن، با مادرشون صحبت کنن، با خواهرشون صحبت کن. خواهره ریمل میکشه، موهاشو بوکلمه میکنه، نمیدونم شلوار کشدار تنگ میپوشه، فلان میپوشه، همه این کارا رو میکنه، ولی محرم سفرم که میشه بالا میره پای منبر آخوندا میشینه. اه اونه چیه؟ اینه چیه؟ یه کدومشو به چه؟ یا عقلت شو درستی کار نیفتاده، مقلدی فقط، یا اینکه اصلا خبر نداری چیه. شبا میره رقص، دوزکی هر بدبختی هسته، نه آخر شب که میخواد بیاد بیرون قل هو الله میخونه. خدایا قل هو الله میخونه، منو یه وقت پاسدارا نگیرن برم خونم. یا اعتقاد داری یا نداری، یا معتقدی اینی که داری میری مخالف خداست، که نیست، که نیست. خداوند در وجود تو قده هایی قرار داده، سازمانی گذاشته، فرمول هایی در خون تو ترشح میکنه که علاقه مندت میکنه به جنس مخالف، که بری ازدواج کنی، که بری شوهر کنی، که بری بچه دار شی، که نسل زیاد شی. اگه این گرایش قده ها و هورمون ها نبود، نه مردا زن میگرفتن نه زنا شوهر میکردن. اونه که میکشونه داره، اونو خدا در وجود گذاشته و تو داری میری برای همون ارضای اونا. اون وقت دوباره شب برم قل هو الله بخونم، بابام خواب باشه من برم، آیا نمیدونم گشت ارشاد برای نگیره گشت بوده. صدر احمد به این گاف صدر. خب خوشبختانه خیلی پرسه شده. آقای مهندس سپر ننوشتن بعضی از اینا رو که کی گفته، کی پرسیده، مهم هم نیست، اشکال داره. پرسیدن به جای انشاءالله چه میشه گفت و به جای ماشاءالله چه میشه گفت. بارها گفتم وقتی میخواید یه لغت رو بدونید چیه، باز کنید این لغت رو، لغت انشاءالله رو باز کنید،
ببینید سه قسمت. ام شاء الله. ان به عربی یعنی اگر. ان یعنی اگر. شاء بخواهد. الله خدا. ان شاء الله یعنی اگه خدا بخواد. من یادم مادرم همیشه میگو اگه خدا بخواد، هیچ وقت نمیگم ان شاء الله. فلان چیز اگه خدا بخواد میشه، اگه خدا بخواد امروز میریم فلان سفر مثلا. پس ان شاء الله به جاش میشه شما بگید اگه خدا بخواد. و اما پرسیدن به جای ما شاء الله چه، همونه، باز واژه رو باز میکنید. از سه بخش تشکیل شده: ما شاء الله، ما یعنی آنچه. یارو میگه فلان کس مهمان اومد، اون چه ما حذر داشتیم آوردم گذاشتم جلوش. ما یعنی آنچه، حذر یعنی حاضر بود، آورده گذاشته جلو مهمون و گفته ما حذر اینه. ما یعنی آنچه، شاء یعنی باز بخواهد، مثل ان شاء الله بخواد، الله هم که اللهه. ما شاء الله یعنی آنچه بخواهد خدا. اما این اون معنی جا انداختن، لغت رو بارش کردن. کل لغت ما شاء الله در زبان پهلوی ساسانی و هخامنشی به نام ایزد بوده. حافظ در شعر میگه به نام ایزد، یعنی ماشاءالله. به نام ایزد فارسی ماشاءالله. حالا به نام ایزد رو شما میگید بگم ایشکی نمیفهمه، در حال که برید لغت نامه ها نگاه کنید همه جا نوشته به نام ایزد. اتفاقا پیروز آقای دکتر سیاسازاده مقاله‌ای بر من فرستاده بود برای چاپ در این مجله آرمان، که مجله بسیار سنگینیه، ما در بنیاد آرمان داریم چاپ میکنیم. نوشته بود به نام ایزد، درست هم نوشته بود. من تو پرانتز برای اینکه نره جد لغت تو پرانتز نوشتم ماشاءالله، برای اینکه مردم بفهمن این به نام ایزد یعنی ماشاءالله، یاد بگیرن. میگم این پاسخ این بیننده ارجمند. بیننده پرسیده ریشه قپه چیه؟ قپه قاف په ترکیه یا فارسی؟ نه ترکیه، ترکیه. بیننده دیگه پرسیده تبار نادرشاه چی بوده؟ کرد بوده؟ قبه؟ قبه غلط، اصلا ما نداریم قبه، قبه نداریم. اگر منظورتون قبه بوده گنبد رو میگی؟ ها تپه؟ آه تپه که خب دیگه قشنگ روشنه، مرسی. تپه فارسیه، این تپه رو مثل قپه نمیشه، تپه فارسیه، دلیلش هم خیلی روشنه، حتی به انگلیسی هم این رفته. تپ یعنی انداختن یه چیزی، تپاله گاو میندازه، تپ و تپ و تپ میندازه. تپ انگلیسی ها میگن تب، تب همون یعنی بندازید، دستون بندازید. بنابراین تپه فارسیه، تلم فارسیه. بیننده دیگری پرسیده تبار نادرشاه چی بوده، کرد بوده یا ترک بوده؟ البته زمان مثل که زیاد نیست آقای مهندس، نمیدونم من چقدر وقت دارم. شاه اسماعیل صفوی برای اینکه از تیره کردها خیلی میترسید، چون اون در شمال بود، در تیره های شمال آذرآبادگان بود و اینا، میترسید که اینا شلوغ کنن، اینا رو کوچ داد، بخش بزرگی از اینا رو کوچ داد به شمال خراسان، قوچان و نزدیک عرس و بعد دشتگرد و اینا، هشتگرد و اینا. اینا اونجا به کار چادرنشینی، گاوچرونی،
نمیدونم شیردوشی، پوست پشپافی و پوست فروشی مشغول بود. خب حدود 400 سال تو صفویه پادشاهی میکردن، اینا اونجا رشد کردن با خودش. در اون فاصله من اینو تموم بکنم حتما میره، در اون فاصله صفویه چیز شد، نادرشاه یواش یواش پسر امام قلی خان پوست فروش پوست دوز اومد کاری شد و اومد جلو و بعد با چند تا از این عیاران یکی شد و مورد تشکیل داد و خلاصه دو سه تا سرکش رو اونجا تو خراسان سربریز کرد و این خبر به گوش شاه طهماسب به دوم که اصلا نه پادشاه بود نه چی رسید و دعوتش کرد اینو بیاد به همکارش باشه بهشم سپه داره. نادر ریشه کردی داشت، اما دشواری ما اینجا بود از زمان سلجوقیان به اونور ترکی در اون منطقه زیاد شد، اینا زبان پارسی پهلوی ساسانی داشتن، این ترکی زبان رسمی صفویه شد، زبان رسمی سلسله صفویه ترکی بود. وقتی صفویان از بین رفتن این زبان منتقل شد به افشاریه. نادر چاره ای نداشت، نادر ناگزیر بود زبان درباری رو صحبت کنه. مردم فارسی حرف می‌زدن، مردم فارسی حرف می‌زدن، زبان درباری رو که صحبت کردن اصطلاحات درباری بود، قاپوقچی باشی، اون باشی، فلان بلان مثل اینا بود. و نادر خوب ترکی میدونست چون از اونم با ترکمن صحرا ارتباط داشت. اما تمام تاریخ رو که من میخونم میبینم همه قراردادهایی که با عثمانی ها بسته فارسیه، تمام نامه هایی که برای هندی ها نوشته فارسیه. چرا؟ هم دربار عثمانی فارسی میدونستن خوب، هم دربار هند، و نادر فارسی مینوشت. بنابراین نادر کرد بوده، تیره کرد داشته، تیره ترک نداشته. با سپاس از دوست ارجمندم آقای مهندس سپهر در اتاق فرمان و با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران. اقل دست کم بله 20-25 تا پرسش شده که اینا رو هفته آینده در همین برنامه من پاسخ خواهم داد. شب و روزتون خوش.